ممنونم از اینکه شما همچنان همراه اخبار شیعه هستید. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بیمارستان اشرفا در شهر غزه به منطقه مرگ تبدیل شده و خواستار تخلیه کامل آن شد. این سازمان در بیانیه گفته که 291 بیمار و 25 کارمند بهداشت هنوز در بیمارستان هستند. این سازمان اشاره کرد که کمبود آب پاک، سوخت، دارو، غذا و سایر کمک‌های اولیه باعث شده بزرگترین و پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های غزه از کار بیفتد. همزمان با این، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در واکنش به حملات اسرائیل به مدارس نوار غزه آن را هولناک خوانده است. روزنامه گاردین به نقل از کارشناسان اقلیمی سازمان ملل هشدار داده که کره زمین به تجربه اوج خطر نزدیک شده و چنین وضعیتی میتواند توانایی نسل بشر برای مقابله با بحران‌های اقلیمی و شرایط بحرانی آب و هوایی را تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان همچنین پیش بینی می‌کنند که نقاط اوج آب و هوایی بیشتری در چشم‌انداز پیش روی زمین دیده می‌شود و در این زمینه نسبت به احتمال خشک شدن آب‌های زیرزمینی که برای منابع غذایی آینده حیاتی هستند هشدار می‌دهند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که فشارهای طالبان بر رسانه‌های آزاد در افغانستان افزایش یافته است. این مرکز روز شنبه 27 آبان در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد که محتوای کاری رسانه‌ها نیز در این مدت تغییر کرده و تعداد دستگیری‌های خبرنگاران هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان، در 6 ماه نخست سال جاری حداقل 75 مورد نقض آزادی خبرنگاران ثبت شده که 33 مورد دستگیری خبرنگاران و 42 مورد دیگر تهدید را شامل می‌شود. بیت مرجع عالی‌قدر آیت الله لزماسه صادق شیرازی در شهر مقدس قم در روز پنج شنبه اول جمادی الاولی 1445 هجری برابر با 25 آبان 1402 شمسی میزبان کاروان زیارتی رقیه بنت الحسین سلام الله علیه ما از کشور عراق بود. این کاروان از شهر حله عراق در بیت مرجعیت حضور یافتند و ضمن شرکت در نشست‌های علمی اساتید و طلاب حوزه علمی قم با مرجع عالی‌قدر از بیانات سید مصطفی مستجاب الدعوه بهره‌مند شدند.